با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی، بخش جدید آموزش ASP.NET Core رو با هم دیگه کار میکنیم. خب یه توضیح مختصر از ویدیوهای قبل بهتون میدم. من یک پروژه ایجاد کردم و بعدش از طریق صفحه لایاوت نویگیشن بار خودم رو یکم تغییر دادم، چند تا پیج بهش اضافه کردم و از یک لوگوی آماده از طریق بوتستراپ یک سری کدهای آماده رو اضافه کردم برای پیج لاگین خودم. و در این قسمت، در قسمت CSS لاگین، هم فایلای CSS مربوط به اون فرم لاگین رو کپی کردم و در اینجا اضافه کردم. خب دو تا تکست باکس اینجا تعریف کردم که مقادیر تکست باکس هم در لایه سی شارپ خودم در این قسمت به این صورت تعریف کردم که پابلیک، کردشنال و مشابه اون یک متد دارم که یوزرنیم و پسورد رو میگیره و دیسپلی نیمش رو برابر با یوزرنیم برای یوزرنیم و دیتا تایپ پسورد رو برای پسورد در نظر گرفتم. خب در بخش بعد اومدم از یک متد برای کنترل باتون لاگین استفاده کردم، از پابلیک آسینک تکس آی اکشن ریزالت و آن پست آسینک نام متدم هستش، به این صورت تعریف کردم و در اینجا گفتم که اگر مدل استیت من is valid بود ریترن بکنه پیج رو، یعنی اگر درست بود ریترن بکنه پیج رو که در نهایت پیج اینجا به ایندکس خط میشه، صفحه اصلی یا صفحه ویلکام من، ویلکام وبسایت من. از فیلینگز کوکی استفاده کردم اینجا که در یک شرط گذاشتم به صورت دستی، چون من اینجا تو این پروژه نمیخوام مستقیما به دیتابیس وصل بشم و به صورت مانوئل کردشنال دات یوزر نیم رو برابر با ام عظیمی و پسورد رو برابر با 2353 قرار دادم. و اینجا میخوام که یک کوکی تعریف کردم برای اینکه تمام رفتارهای یوزر من رو در زمانی که وب براوزر باز هستش و هر فعالیتی که کاربر انجام میده رو برای من، یعنی برای اون کاربر کوکی ذخیره بکنه و تا زمانی که براوزر بسته نشده همه رو نگه داره. خب کوکی مو به این صورت تعریف کردم که یک ور کلینز مصابه لیست کلیم تعریف کردم و نیو کلیم، کلیم های خودم رو میتونم به ترتیب تا پایان به هر شرط و شروطی که دوست دارم و قواعدی که میخوام کوکی مو تعریف بکنم میتونم اینجا اضافه کنم. خب تا اینجا کار ما فقط ایمیل آدرس و یک شرط از اینکه ادمین، یعنی کسی که ادمین باشه. حالا در ویدیوهای بعد میبینیم که مثلا بخوایم بگیم اگر کسی ادمین بود حتما به یک پیج خاص دسترسی داشته باشه، مثلا سیتینگ. هر کسی نتونه به سیتینگ دسترسی داشته باشه، فقط کسایی که ادمین باشن، یعنی قول نقش ادمین رو توی اون لاگین داشته باشن. از برای آیدنتیتی خودم اومدم تعریف کردم کلیم آیدنتیتی، همین کلیمزی که بالا تعریف کردم بهش پاس دادم و یک نام برای کوکی خودم در نظر گرفتم، مای کوکی اتیکیشن مخففش کردم و کلیم پارشیال، پارشیال کلیم برابر با پارشیال کلیم، همین آیدنتیتی رو بهش پاس دادم. و از http contact dot sync in async sync in async کوکی خودم رو پاس دادم و کلیم پارشیال. و در نهایت اینجا هم گفتم که اگر این شرایط درست بود همه چیز ریترن بکنه ایندکس رو، در غیر این صورت روی در پایان، در غیر این صورت اگر یوزرنیم یا پسورد اشتباه بود روی پیج لاگین مانوف بره، یعنی برگرده دوباره ریترن بکنه روی پیج لاگین. تست میکنیم برنامه خودمون رو ببینیم که چطور کار میکنه. از اونجایی که پیج من مستقیما روی صفحه لاگین نمیره، برای اینکه به صفحه لاگین برم از طریق یورل بالا اکانت فولدری که
پیج لاگین هم هستش و اسلش لاگین نام فایل که CXML لاگین هستش رو اگه وارد بکنم مستقیما میبینید که اینجا بر این بالا به این صورت برای من اومده که هاست 444311/account نام فولدری که بچه اینجا تعریف کردم. خب الان نمیتونم بهتون نشون بدم فولدرم و در نهایت نام پیج لاگین. خب اینجا باز شدیم، من ابتدا ام عظیمی و یک پسورد اشتباه ابتدا میدم. خب میبینید که هر چند بار که پسورد اشتباه بزنیم یا پسورد رو خالی بزنیم روی همین پیج لاگین ایندکس میکنه. این برگشتی دوستان این ریترن هستش، این ریترن الان داره این ریترن رو انجام میده، یعنی ریترن میکنه روی خود پیج لاگین. رمز صحیح من 2353 بود. اگر این رو وارد بکنم 2353، خب 2353 رو وارد کردم، متد اکشن من فراخونی شد انجام داد، ولی من یک اکسپشن دارم. Invalid exception, exception nothing in authentication, handles all required. Did you forget to call authentication at the cookie my authentication? خب دوستا اینجا داره به من میگه که من باید برای هندل کردن این کوکی اون رو فراخونی بکنم. ایرور خط کد من رو توی خط 39 داره میده، جایی که قراره کلینز پارشیال من لود بکنه، فعالیت خودش رو انجام بده. برای اینکه این خطا رو بگیریم کافیه که دوستان فقط بیای، جمع میکنم برنامه رو، میام به قسمت استارتاپ. در قسمت استارتاپ شما اینجاست که باید کوکی خودتون رو تعریف بکنید. خب از سرویسز استفاده میکنیم، سرویسز در اد authentication dot add cookie. ببینید دوستان اینجا نام کوکی رو وارد میکنید. خب کوکی من چی بود؟ من کوکی مو اینجا توی پیج لاگین تعریف کردم. کوکی من my cookie authentication بود که کپیش میکنم و در قسمت استارتاپ اینجا پیستش میکنم. option برابر با option و اینجا تمام قواعدی که مربوط به کوکی من هستش، کوکیمو اینجا میتونم تعریفش کنم که هندل بکنه اونور. کوکی دات نیم و برابرش قرار میدم نیمش رو با اسم کوکی خودم. خب یک بار دیگه رام میکنم یک بار دیگه برنامه رو. میبینیم که چه عملکردی خواهد داشت. slash account login mazimi و پسورد درست 2353 رو وارد میکنم. خب میبینید دوستان که خیلی سریع و سود و بدون مشکل کوکی فعال شد. کوکی از من اینجا میخواد که آیا میخوام یوزرنیم و پسورد رو ذخیره بکنم، یعنی داشته باشم روی مرورگرم. دیدید که دوستان وقتی وارد یه سری سایت ها خیلی به مرور، مثلا اکانت یوتیوب تو خیلی زیاد باز میکنید یا فیسبوک یا هر چیزی که اینستاگرام تون از طریق وب بروزر باز میکنید، این سوال از شما پرسیده میشه که آیا میخواید این اطلاعات شما، اطلاعات شخصی شما روی این مرورگر حفظ بشه که دفعات بعد نیاز به ورودش درجشون نداشته باشه و خیلی سریع واردش میشید. من اینجا نه رو میزنم، ولی میام از طریق تنظیمات، وب تولز،
فور دیولوپر دوستان برنامه زبان کامپیوتر من به زبان آلمانی هستش، ولی خب انتویتلو تولز یا همون دیولوپر تولز میام اینجا. کوکی و از قسمت اپلیکیشن کوکی رو انتخاب میکنید، کوکی و اسم سرور تو. خب میبینید دوستان که اینجا کوکی، مای کوکی من، مای کوکی اتیتیکیشن فعال شده، مای کوکی اتیتیکیشن اینجا فعال هستش و تا زمانی که من لاگ آف نکنم این همینجا میمونه. خب میریم برای اینکه یک باتون لاگ آف هم داشته باشیم که بتونیم مستقیما از توی وب پیج خودمون لاگ آف رو هم انجام بدیم. خب تا اینجا این کار رو داشته باشید دوستان، تا در ویدیوی بعد طریقه اضافه کردن لاگ آف هم به عنوان مثال اینجا داشته باشید تو این قسمت.